متشکرم. درود بر شما جناب بهبهانی بزرگمهر و شنوندگان و بینندگان محترمتون. امروز 16 دسامبر 2019 برابر با 25 آذر 1398 است. دوستان گرامی، موضوعی رو که امروز میخوام مورد بررسی و تحلیل حقوقی، اجتماعی، سیاسی قرار بدم مربوط میشه به همین کانال سازوکار مالی اینستکس که کشورهای اروپایی این رو در بهمن 97 این رو تعبیه کردن و در رابطه با اون صحبت کردن و هدفشون هم این بود که یک بانکی رو تأسیس بکنن و تا بتواند ایران حکومت اسلامی در حقیقت معاملات تجاریش رو با توجه به تحریم‌های بسیار فزاینده‌ای که از مرداد 97 توسط امریکا نسبت بهش اعمال و اجرا شد رو بتونن دور بزنن. عرضم به حضورتون که 10 ماه بعد از اینکه این ایجاد ابزار حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران یا همون اینستکس گذشته، ما میبینیم که هفته گذشته 6 کشور تازه اروپایی اعلام ملحق شدن به این سازوکار مالی رو کردن، با توجه به اینکه تا کنون اساسا مبادلات تجاری جدی از طریق اون انجام نشده. اما پرسشی که از نظر من مطرح هست اینکه آیا پیوستن این اعضای تازه میتونه مقدمه برای شروع فعالیت اینستکس به شمار بیاد یا نه؟ پیش از اینها برخی از رسانه‌های غربی اعلام کرده بودند که پاریس میزبان این کانال سازوکار مالی اینستکس بوده و یک شخصیت آلمانی هم ریاست اون رو بر عهده گرفته بوده و بر این اساس انگلستان، فرانسه و آلمان در اون سهامدار هستند و در وهله نخست اینستکس رو برای مبادلات خوراک و غذا و البته به زعم اونها دارویی و پزشکی رو پوشش میده. با توجه به اینکه ما میدانیم که اساساً از ابتدای تحریم ها تا کنون تجهیزات پزشکی و دارو هیچگاه جزء هیچ کدام یک از در حقیقت مقاطع مختلف تحریم های امریکا و اروپایی نبوده، که با توجه به اینکه اعلام میکنن این سهامداران اروپایی که دارو و تجهیزات پزشکی مستقیما تحت تحریم یک جانبه امریکا قرار ندارن، با توجه به اینکه حتی غیر مستقیم هم ما مشاهده نکردیم که دارو و تجهیزات پزشکی مورد تحریم واقع بشن و حتی وزیر خارجه آلمان تصریح کرده بود که اینستکس فعلا مبادلاتی رو در بر میگیره که تحت تحریم های امریکا نیستن و حتی یه سری مدارک رسمی رو هم که توسط تریکای اروپایی این کانال مالی در چارچوب قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا و همچنین اون قوانین مربوط به ضد پولشویی یا FATF و همچنین تامین مالی تروریسم CFT بوده، اینها گفته بودن که امریکا اینها رو باید ایران پوزش میخوام حکومت اسلامی باید این موارد رو، این قوانین رو اصلاح و شفاف سازی بکنه و بر همین اساس بود که این کانال قرار شد که در قالب یک واسطه مالی عمل بکنه که وارد کننده کالاهای ایرانی در اروپا بدهی خودشون رو به اینستکس پرداخت بکنه و
بعد از این استکس اون رو در اختیار صادر کننده کالا به ایران قرار بده. در حقیقت یک مکانیسم تصفیه و پرداخت میشه گفت که برای خرید کالا و خدمات خواهد بود که به شکل تهاتوری عمل میکنه و بر همین اساس پولی به ایران منتقل میشه و در اصل میشه گفت عملا مبادلات مالی صورت نمیگیره. در حقیقت سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان صندوق مالی رو برای دولت اسلامی در اروپا درست کردن که وارد کنندگان و صادر کنندگان بدون اینکه نیاز به باز کردن LC یا همون و همون سویفت که موجب شد مربوط به سیستم بانکی و پیوند سیستم عملیات بانکی بانک ها در ایران و دیگر کشورها بود رو میدونیم که در اردیبهشت 97 توسط امریکا بسته شد و از این جهت اینا گفتن که این سه کشور اروپایی که هر نوع مبادله بانکی در واقع مراودات تجاری خودشون رو از این طریق سامان بدن و شرکت‌های اروپایی هم با شرکت‌های داخل ایران هم با مکانیزمی مثل همینی که در اروپا هست در تهران مواجه خواهند شد که با میانجیگری دولت ایران و نظارت این سه کشور اروپایی مبادلات ریالی صورت بگیره. البته دولت حکومت اسلامی در ایران از این اقدام استقبال کرد اما اون رو ناکافی دونست و خواهان تسریع اقدامات تکمیلی شد تا بتونه توازن بین تعهدات و مزیت‌های برجام برای ایران رو هم بتونه حفظ بکنه. در حقیقت از دید حکومت اسلامی هنوز اینستکس در مرحله‌ای نیست که بتونه پاسخگوی انتظارات حکومت اسلامی در ایران باشه، اما در شرایط سخت ایجاد شده که محصول تحریم‌های یکجانبه امریکا هست، اینستکس رو مفری برای خودش محسوب می‌کنه و از این زاویه سعیش بر این هستش که توقعات حداقلی خودش رو مد نظر داشته باشه. بنابراین وقتی که چالش های این ابتکار مالی رو ما مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که نسبت به کارایی اون ابهام های بسیار زیادی وجود داره. ظرفیت های کم دامنه اون حقیقتا توانایی در دور زدن تحریم های امریکا و اصطلاحا فراهم کردن تنفس مصنوعی برای نجات برجام نیمه جان رو مورد تردید جدی قرار میده و از این گذشته بی‌توجهی بازار که موجب کاهش معناداری در خصوص ارزش ریالی بازار در دلار آزاد نشده در این خصوص میتونه روشنگر ابهام این ابتکار مالی باشه. و از طرف دیگر تراز مبادلات تجاری ایران و منطقه، در حقیقت منطقه‌ای که یورو میتونه حرف اول رو میزنه برای همون تبادلات تجاری، میبینیم که منفی بوده. اگرچه این تراز در سال 2017 با یک رشد 53% نسبت به سال قبلش یعنی 2016 به حد 21 میلیارد یورو رسیده بود که در حقیقت این هم کمتر از رقم 26 میلیاردی سال 2011 هست. و اما عمده واردات اروپا از ایران کالاهای مربوط به انرژی‌های فسیلی بوده. در سال گذشته کسری تراز حتی با وجود عدم محدودیت در صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی در حدود 1 میلیارد بوده و از اینها گذشته اینستکس در واقع مخفف سازوکار حمایت از مبادلات تجاری و تسهیل مکانیزم پرداخت هست که به شرکت ها و مؤسسات تجاری اقتصادی اجازه میده بدون قرار گرفتن در معرض تحریم‌های امریکا
به تجارت مشروع با ایران بپردازن، که در این خصوص سخنگوی وزارت خارجه اسلامی با تاکید به اینکه جمهوری اسلامی منتظر سازوکار مالی اروپا یا همون اینستکس نمونده و بحث تجارت با پول ملی کشورها رو دنبال میکنه، تاکید کرده که امید نباید داشت که این کانال مالی معجزه بکنه. و در همین وضعیت اضافه کرده که در دو سال گذشته کشورهای مهمی مثل روسیه، چین، ترکیه و هندوستان در حال بررسی تعاملات در بخش‌های خارجی با پول ملی به جای استفاده از ارزهای خارجی بودند. و همچنین سخنگوی وزارت خارجه گفته است که در صورت باثبات شدن منطقه خاورمیانه، منظورشون هست، میشه در دراز مدت به ایده واحد پول مشترک در منطقه فکر کرد، که این ایده مبادله با پولهای ملی در حالی مطرح میشه که در دور قبلی تحریم‌های ایران پیش از فرجام پول فروش نفت ایران در برخی از کشورها مثل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شده بوده و برخی کشورها مثل هند و چین متعهد شده بودند که تا پول خرید نفت از ایران رو با روپیه و یوان چین پرداخت بکنن، اما تهران مجبور بود که این درآمد رو صرف خرید کالا از این کشورها بکنه که به گفته بسیاری از صاحب نظران اقتصادی از کوالیته و کیفیت بسیار پایینی برخوردار بودن. و در حقیقت این وضعیتیه که کانال مالی موسوم به اینستکس یا سازوکار مالی که قرار بود ارتباطات مالی ایران با جهان رو که بر اثر تحریم‌های امریکا در تعیین قرار گرفته مقداری تسهیل بکنه و حتی بنا به اظهارات فدریکا موگرینی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود در نشستی در بروکسل، نخستین ترانزکشن رو از طریق اعلام کرده بود که از طریق این سازوکار مالی قرار هستش که انجام بشه، که تاکنون این رخداد رو به وقوع نپیوسته. با توجه به اینکه اینو ما باید در نظر داشته باشیم که اینستکس دو سویه داره، دو طرف داره، در حقیقت این یک طرفش ایران یعنی حکومت اسلامی هست که شرایط رو به منظور عملی کردن اینستکس تاکنون فراهم نکرده، چون حکومت اسلامی بر اساس اون فرجه‌های زمانی که دولت امریکا در مورد اصلاح نظام بانکی سیستم مالی شفافی رو پیاده نکردن و این مسئله منجر به خارج شدن، همونطور که عرض کردم، سیستم بانکی ایران از سیستم بانک جهانی یا سویفت شد و به همین جهت این نظام نتونست که به عملی شدن اینستکس کمک برسونه. و بنابراین جای تردید داره که این سازوکار مالی عملاً به مرحله اجرا گذاشته بشه. اینستکس شرکت‌ها رو نمیتونه مجاب به تعامل با ایران بکنه و مثلا برای نمونه اگر به مدیر بی ام و این انتخاب داده بشه که بین داد و ستد با ایران یا امریکا یکی رو انتخاب کنه، طبیعیه که این شرکت بازار ایالات متحده رو انتخاب خواهد کرد. و با توجه به این که بعد از 10 ماه از تأسیس این کارساز مالی و یک بانک در سوئیس، پاریس، لندن و برلین که از قبل بودن توی این سازوکار مالی و سهامدار بودن، اما هفته گذشته 6 عضو جدید دیگر از کشورهای اروپایی به اینستکس پیوستند و در حقیقت سهامداران پیشین از اینها استقبال کردند. اینستکس سازوکاری برای عبور از تحریم امریکا در زمینه تجارت با ایران هست که قراره به ایران در زمینه تجارت خارجی
بدون دلار کمک بکنه. و این در حالی هست که ما میدونیم که حدود 95% اقتصاد جهان در حقیقت با وجود شرکت‌ها، تراست‌های بزرگ امریکایی هستند و با واحد پولی دلار کار می‌کنند. و از طرف دیگر خروج یک جانبه امریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام در سال 2018 و برقراری دوباره تحریم‌های سنگین علیه حکومت اسلامی موجب شد که اروپا به دنبال چنین سازوکاری باشه تا از این طریق بتونه ایران رو به تعهدات هسته‌ای سال 2015 پایبند نگه داره. از سوی دیگه اینستکس در حقیقت ایده فرانسوی ها بود که مطرح شد و در حقیقت فرانسوی ها اون رو با اتاق تسبیح شباهت دادن و اعلام کردن که این اتاق تسبیح به حکومت اسلامی اجازه میده فروش نفت رو ادامه بده و در مقابل به صورت تهاتوری واردات کالاها و خدمات رو انجام بده. در حال حاضر بلژیک، دانمارک، فینلاند، هلند، نروژ و سوئد 6 سهامدار تازه اینستکس هستند که به سهامداران قبلی یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس پیوستند. با توجه به اینکه در حقیقت با تمام مواردی رو که از فبرواری سال 2019 یعنی بهمن ماه 97 در این رابطه و سازوکار مالی موسوم به اینستکس راه اندازی شد، اما عملیاتی شدن اون تا اواخر یوان یا همون اوایل تیر ماه 98 به طول انجامید و با وجود اینکه در اواخر ژوئن هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از عملیات اینستکس که در حال انجام هست خبر داد، اما این سازوکار مالی تا کنون هیچ نقشی در تسهیل روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا نداشته. و از طرف دیگر برخی گروه‌های داخلی از تصمیم این 6 کشور اروپایی استقبال کردن و امید به این دارن که با شروع مبادلات تجاری از طریق اینستکس شاهد آثار مثبت اقتصادی در سراسر کشور ایران باشن و حتی برخی دیگر از گروه هم نسبت به بیانیه این کشورها اعتراض کردن و اون رو واکنشی دیرهنگام به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم ها میدونن که به عقیده این دو گروه در حقیقت کشورهای اروپایی بعد از وضعیت نابسامان معیشتی در ایران که یکی از دلایل اون همون تحریم های اقتصادی هستش دست به این اقدام زدن و عملا وضعیت معیشتی در ایران رو نادیده گرفتن، وضعیتی که به زعم این گروه ناشی از تحریم های یک سویه امریکا علیه ایران. با توجه به اینکه با یک نگاه دیگری باید اینطور بررسی کرد که این تحریم ها اساسا توسط امریکا صورت نگرفته که در واقع بازتاب منفی و مشقت بارش در حقیقت به سوی مردم باشه و برای مردم، بلکه این حکومت اسلامی هست با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی که در طی این 4 دهه به وجود آورده مردم رو در یک وضعیت معیشتی نابسامان قرار داده و نباید امریکا رو به عنوان یک مقصر بنیادین دونستش. از طرف دیگر سفیر بریتانیا در امریکا در واکنش به این گروه توییت کرده که اینستکس نشون میده که ما همگی تا زمانی که برجام پا برجا هست
در راستای حمایت از تجارت که به نفع همه ایرانیان هست فعالیت میکنیم، با توجه به اینکه کدوم یکی از ایرانیان داخل رو ما میشناسیم که منتفع از این اینستکس و مواردی هست که این کشورهای اروپایی مدعیش هستند. سفیر بریتانیا در ایران هم در حالی در خصوص حمایت از تجارت با ایران میگه که از ابتدای تأسیس این سازوکار مالی تا الان هنوز معامله‌ای به واسطه اون انجام نشده و حتی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و بلژیک در این خصوص اعلام کرده که اگر این سازوکار مالی به پشتوانه تعهدات اجرایی شکل گرفته و صرفا برای رفع مسئولیت تشکیل نشده بود میتونست مفید باشه. او حتی اعلام کرده که به نظر میاد این سازوکار به دلیل تعاملات اقتصادی بین ایران و اروپا قابلیت اجرایی شدن رو داره، اما به نظر میاد که کشورهای اصلی که وضع کننده سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند صرفاً برای رفع مسئولیت این کار را انجام دادن و تعهد لازم برای کارآمدی این سازوکار رو اساساً ندارن. او گفته است که وقتی که تعهد مورد نظر وجود نداره، یعنی مسئله همون ضمانت اجرا هست، اضافه شدن بلژیک و چند کشور اروپایی دیگه به این مجموعه احتمالاً در نتایج تاثیرگذار نخواهد بود. با این حال از نظر اعتباری اروپایی ها برای اینکه در سطح تفاهم ها و توافق ها اقدامی انجام شده باشن، این اقدام رو میشه مورد بررسی قرار داد. از این گذشته این عضو هیئت مدیره اضافه کرده که از نظر واقعیت کسب و کار به نظر نمیاد که هیچ کدوم از اعضا، حتی کشورهای تازه‌ای که به این سازوکار پیوستن، امیدوار باشن که بتوان از این طریق اقدامی انجام داد. و این دقیقاً صحت داره به لحاظ اینکه مبادلات و قراردادهای تجاری که بین کشورهای اروپایی و امریکا منعقد و تنظیم شده بسیار محکمتر و قویتر از اون هست که اروپایی ها اون رو نادیده بگیرن و امید ببندن به روابط تجاری با حکومت اسلامی. مجموع اقتصاد اروپا هم کاملا در تعامل با اقتصاد امریکا تعریف میشه، همونطور که عرض کردم، و حتی کشورهایی که به صورت مستقیم در تعامل با اقتصاد امریکا نیستن به دلیل اون آینده نگری و ترس از آثار منفی برخورد خصمانه امریکا با خودشون ترجیح میدن که در تعامل با ایران قرار نگیرن و اروپایی‌ها این موضوع رو اعلام کردن و میگن که توان ایجاد فشار روی فعالان اقتصادی خودشون رو برای برقراری چنین تعاملاتی با ایران ندارن و اینها فعالانی هستن که عموماً از بخش خصوصیان. و در این خصوص جالب هست که یک رسانه آلمانی اعلام کرده که اروپا با طرح اینستکس آبروی خودش رو برده و اشاره به نارضایتی فعالان اقتصادی در آلمان کرده و اینکه تضمین‌های وعده داده شده دولت در مبادلات تجاری با ایران که اروپا با سیستم اینستکس برای دور زدن تحریم‌های ضد ایرانی امریکایی انجام داده بوده به این شکل آبروی خودش رو برده. و اینکه اساساً بود و نبود اینستکس نمیتونه تفاوت زیادی داشته باشه، زیرا که عملکرد اون در حوزه‌های بانکی و تجاری به شکلی هست که تفاوت زیادی بین اون چه امروز به عنوان یک سازوکار مالی میشناسیم
با عدم وجود اون و یا حتی تفاوت زیادی بین این موضوع و تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود نداره. تحریم اتحادیه اروپا یعنی دولت‌های اروپایی به شرکت‌های خودشون بگن که با ایرانی‌ها کار نکنید. امروز دولت‌ها نمیگن این کار رو انجام ندید، اما مجموعه اقتصاد اروپا با توجه به تحریم امریکا در عمل وارد عرصه تعاملات با ایران در حوزه‌های مختلف اهم از بانکی و تجاری نمیشه. از اینها گذشته در حقیقت میشه گفتش که بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد حتی طی اطلاعیه اعلام کرده بودند که در صورت پایبند ایران به برجام با سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان در حمایت از مبادلات تجاری با ایران همکاری میکنند، که ضمن تاکید بر لزوم حفظ و اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام یادآور شدند که این توافقنامه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده و ابزاری مهم برای حفظ ثبات در منطقه خاورمیانه هستش، که حتی در این بیانیه باز هم تصریح کردند که با توجه به حمایت مستمر اروپا از برجام و تلاش مداوم اون برای اجرای تعهدات اقتصادی که در برجام وجود داره، این کشورهایی که عرض کردم و جدیدن در حال پیوستن به جمع سهامداران اینستکس هستند و این در حالی هستش که رئیس جدید اینستکس که در بازدید خودش از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با نمایندگان شرکت‌های ایرانی آلمانی دیدار کرده بود و در رابطه با موضوعات مختلف بین دو کشور صحبت کرده و در حقیقت میشه گفت که رئیس جدید اینستکس در روز نخست سفر خودش به ایران با حضور در اتاق بازرگانی ایران و آلمان جلسه ای رو با مدیرعامل این اتاق داشته و بعد از نشستی که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های این دو کشور بوده، در حقیقت از زبان اونها با مشکلاتشون از جمله موانع ترانزکشن های مالی آشنا شده. یعنی عملا امکان پذیر نیست که این تبادلات تجاری بین شرکت های ایرانی با دیگر شرکت های کشورهای اروپایی عملا کاری بتونن انجام بدن. و از اینها گذشته دستیار فدریکا موگرینی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده اعلام کرده که بعد از فرانسه، آلمان و بریتانیا که بنیانگذاران این سازوکار مالی هستند، 8 کشور دیگر تصمیم گرفتن به اینستکس بپیوندن، که البته انتظار میره 2 کشور دیگر هم به جمعشون اضافه بشن. و با توجه به اینکه همطور که عرض کردم عملا هنوز نتوانسته اند که وارد یک سری مبادلات تجاری بانکی بشن و نتیجه از اون اقدامات براشون حاصل شده باشه، با توجه به اینکه آنچه که بسیار مشخص هست از این اقدام تأسیس سازوکار مالی اینستکس اینکه کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان برای اینکه تحریم‌های امریکا رو دور بزنن سیستم رو به نام اینستکس طراحی کردن، که البته اجرای اون بسیار بغرنج شده و صرف پیوستن کشورهای دیگر و یا حمایت در کلام نمیتونه عملا به اجرای این تبادلات تجاری کمک برسونه. از طرف دیگر اظهارات برخی مقامات اقتصادی در آلمان اینطور بوده که گفتن امریکا بانک‌ها و شرکت‌ها در دنیا رو در برابر این انتخاب قرار داده که یا
تجارت با ایران رو انتخاب بکنید یا تجارت با امریکا رو. و به این ترتیب هست که بسیاری شرکت ها از تجارت با ایران رویگردان شدن. از طرف دیگر اتاق صنایع بازرگانی آلمان هم یک وقفه در جریان پول نقد بین دو کشور رو تایید کرده و بر این باور هست که امریکایی ها در ارعاب شرکت ها و بانک های آلمانی بسیار موفق هستند و اینکه در حقیقت اونچه رو که دوستان امریکایی در آلمان در این راستا چه کاری میکنن و اونها کاملا فعال هستن و کنسولگری ها و سفارت امریکا مستقیما با شرکت ها در ارتباطن، بنابراین به راحتی نمیتونن وارد روابط تجاری با ایران بشن. از طرف دیگر رئیس بخش تجارت اتاق بازرگانی و صنایع آلمان هم این انتقاد رو وارد کرده که شرکت ها باید مستقیما با وزارت خارجه آلمان تماس برقرار بکنند. او از نوعی ناامنی قانونی در مناسبات تجاری با ایران سخن گفته و حتی در این باره ابراز تأسف کرده که وزارت خارجه آلمان به عنوان نهاد مسئول برای اینستکس هیچ تضمینی و ضمانت اجرایی رو ارائه نمیده و این یک خطا در سیستم پرداختی هستش. از اینها گذشته در حقیقت حتی دیگر مقام های اقتصادی آلمان هم اعلام کردند که ارتباط گرفتن با اینستکس برای شرکت های آلمانی هم دشواره و هیچ سایت اینترنتی و هیچ تلفنی موجود نیست که بتونن روی سایت وزارت اقتصاد آلمان اطلاعاتی در خصوص اینستکس پیدا بکنن. حتی در اظهارات وزیر خارجه هم کلمه راجع به ایران شنیده نمیشه. در حقیقت میشه گفتش که اگرچه تقریبا حدود 80 شرکت آلمانی تا به حال برای استفاده از اینستکس اعلام آمادگی کردن، اما تا کنون هیچ معامله در این سیستم مالی انجام نشده. و از طرف دیگر میشه گفتش که در حقیقت اون لوایح مرتبط با FATF یعنی همون قوانین اصلاح پولشویی که به زعم دولت اسلامی یک نسخه استعماری هست، اما این لوایح و نسخه های دیگری که از طرف غربی ها و به ویژه امریکا برای ایران ارائه شده، دولت اسلامی این رو شفابخش ندونسته، بلکه اعلام کرده که این سیستم حکومت ما رو دچار مشکل میکنه. با توجه به این که در حقیقت میشه گفت که دولت اسلامی بر اساس عضو هیئت رئیسه مجلس نباید اشتباهات پیشین خودش رو در رابطه با برجام و در خصوص قانون FATF تکرار بکنه و باید از موضع خودش عدول کنه و اجازه بده که مردم با نسخه مقاومت و ایستادگی به مسیر خودشون در مقابل امریکا ادامه بدن. و از اینها گذشته من مایل هستم این در این بخش در خصوص دولت مردان سوئدی که هفته گذشته به این سازوکار مالی پیوستن، البته به صورت کوتاه عرض بکنم که آقای استفان لوون نخست وزیر سوئد همراه با یک هیئت بزرگ اقتصادی در فوریه 2017 که البته بنا به اعلام این دولت سوئد که این سفر برای روابط دو جانبه بازرگانی بین دو کشور و همچنین یعنی ایران و سوئد و همچنین تحولات منطقه به ویژه سوریه در دستور کار
سفر نخست وزیر و هیئت همراهش بوده و از با این هدف و انگیزه به ایران سفر کرده. با توجه به اینکه ما میدونیم که این کشور سوئد از معدود کشورهای غربی هست که طی این 14 دهه که حکومت اسلامی استقرار یافته در ایران کوشیده که مورد اعتماد این حکومت باشه، اون هم برای بسط و گسترش روابط اقتصادی خودش، و مقامات حکومت استبدادی اسلامی هم بعد از برجام کوشش کردند که برای گسترش رابطه با بانک‌های سوئدی سیستم‌های مختلفی رو آزمایش بکنن و حتی پیشنهاد افتتاح شعبه‌های از بانک‌های ایرانی در سوئد رو هم به طور رسمی مطرح کردن. اما سوئد تا کنون بر حسب همون سیاست‌های خزنده و پر از پیچیدگی که داره تا کنون به حیث بیم و ترسی که از عواقب تحریم‌های یک جانبه و اساسی امریکا برای بانک‌های خودش وجود داره، تمایلی در این زمینه نشون نداده. تنها زمانی که یک مقام رسمی از سوئد به ایران سفر کرد مربوط به زمان اوج جنگ ایران و عراق هستش، که اگرچه این سفر یک دیدار رسمی و دو جانبه نبود، بلکه اولوف پالمه نخست وزیر وقت سوئد به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و برای میانجیگری و تشویق طرفین متخاصم یعنی عراق و ایران برای اینکه بتونه این جنگ رو خاتمه بده به ایران سفر کرد، اگرچه به جهت مخالفت ایران با مذاکره تا زمانی که نیروهای عراقی در خاک ایران حضور داشتند و اصرار عراق بر حاکمیت کامل بر اروندرود، در واقع میشه گفت که مأموریت اولوف پالمه با شکست روبرو شد و در حقیقت میشه گفتش که بعد از این انعقاد قراردادهایی بود که همطور که عرض کردم در سال 2017 با توجه به سفر دولت سوئدی به ایران صورت گرفت، که ما میدونیم بر اساس حقوق بین الملل در بخش انعقاد قراردادها معمول بر این هستش که این قراردادها و مذاکرات یا توافق نامه ها بر اساس موازین بین المللی در مراجع و در مکانی رسمی که کشور میزبان یعنی ایران تعیین میکنه صورت بگیره، و تحت موازین و مقررات کشور میزبان بایستی این مراسم برگزار بشه و مقامات شرکت کنن و بعد هم قراردادها منعقد بشه. چون بر اساس حقوق بین الملل سفارتخونه ها، کنسولگری ها و نمایندگی ها به عنوان خاک اون کشور تلقی میشن و فراتر از این سفارتخونه ها تنها بعد از مسئولیت دیپلماتیک و قضایی خاک کشور صاحب پرچم هستن. البته این از باب مسئولیت دیپلماتیک هست و در حقوق بین الملل نوین محدودیت های حتی برای همین مسئولیت های دیپلماتیک اعمال شده. حالا با توجه به این موارد ما مشاهده کردیم که قراردادها و توافقاتی که منعقد شد بین سوئد و ایران خارج از یک مکان رسمی یعنی در محل سکونت سفیر سوئد در تهران یا همون رزیدانسش بود، که در حقیقت این شخصیت و اون مکان میهمان دولت حکومت اسلامی محسوب میشه، که این مغایر عرف دیپلماتیک بین المللی و در تضاد با منافع ملی مردم ایران بوده و هر مقام دولتی یا بخش خصوصی که در این مراسم شرکت کردن طبیعیه که برخلاف قوانین و عرف جاری بین المللی عمل کردن و باید در این مورد به افکار عمومی پاسخ بدن. از دیگر مواردی که مطرح است مسئولیت پاسخگویی نسبت به این مسئله غیر معمول
در عرف دیپلماتیک بر عهده وزارت امور خارجه بوده و این وزارتخونه باید پاسخگو باشه، چون هر نوع مناسبات دیپلماتیک تحت نظارت و کنترل وزارت خارجه صورت میگیره. از طرف دیگر آنچه که بسیار بسیار مهم هست، مسئله موارد نقض حقوق بشر در ایران هست که حتی در این مورد انجمن قلم یا پن در سوئد طی بیانیه‌ای که به امضای دبیرکل و رئیس هیئت مدیره اومبود با اشاره به نقض اصول اولیه حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان، از نخست وزیر کشور و هیئت همراهش با مطرح کردن موضوع حقوق بشر مسئولیت ایران رو در حقیقت به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر گوشزد کرده بود و اعلام کرده بود که در حقیقت کوشش برای حقوق بشر نمیتونه جرم باشه و بر همین اساس نخست وزیر استفان لوون بایستی در ملاقات خودش با حسن روحانی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط نرگس محمدی، نسرین ستوده، خانم گیتی پورفازل و تمام زندانیان سیاسی بشه که بدون دلیل روزگارشون رو در زندان میگذرونن. و از اینها گذشته انجمن قلم انتقادی که بر نخست وزیر سوئد وارد کرده بود و در بیانیه هم اعلام کرده بود، اشاره به سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان، تهدید و دستگیری اونها و حتی آزار نزدیکان و خویشاوندان روزنامه‌نگاران خارج از ایران و زندانی شدن آرش صادقی همسرش گلرخ ایرایی که به دلیل نگارش رمانی که هنوز به نشر سپرده نشده رو گوشزد کرده بود. و از اینها که بگذریم، مسئله حجابی هست که زنان سیاستمدار سوئدی زمانی که سفر به ایران داشتن رو برای خودشون گذاشته بودن و با این عنوان، البته سیاستمداران سوئدی در حقیقت یک عنوان بسیار مشهوری دارند و اونم این که نخستین دولت فمینیست جهان رو در واقع میتونه بسازه و از این جهت خیلی هم به اون افتخار، به این عبارت افتخار میکنن. ولی پرسشی که میتونه مطرح بشه این هستش که حجاب داشتن یا نداشتن زنان قهرمان شطرنج در مسابقات بین المللی که در سال 95 در تهران صورت گرفت و زنان سیاستمدار سوئدی در اون کشور به موضوع روز بدل شده، که چرا حجاب داشتن یا نداشتن اون تا این میزان از درجه اهمیت برخوردار هست و آیا اگر این زنان در برابر حجاب مقاومت بکنن خودشون رو ناجی زنان ایرانی هم میبینن؟ و پرسش دیگر این هستش که اون دسته از ایرانیانی که از مقاومت زنان خارجی در برابر حجاب اجباری پشتیبانی میکنن چگونه میاندیشن؟ آیا اونها هم تصور میکنن که مشکل زنان ایرانی رو باید زنان غربی حل بکنن؟ در حقیقت میشه گفت که این نمونه ای از استفاده ابزاری از زنان غربی برای تثبیت و ترویج حجاب از راه طرح فرهنگ خوندن و عادی سازی اون هستش و اساساً مسئله ناجی زن ایرانی بودن مطرح نیست، بلکه پرسش اساسی از او، یعنی از زن غربی، اینه که آیا تمایل داره به ابزار مورد نظر جمهوری اسلامی در بیاد یا خیر؟ که البته خانم آن لیند وزیر تجارت سوئد در همون زمان در تابستان در پاسخ به پرسش خبرنگار در رابطه با پذیرش حجاب در ایران، تنها دلیل انجام این کار رو احترام به قوانین داخلی ایران در خصوص حجاب اعلام کرده بوده. و در کنار این مسائل، سفر جواد ظریف به کشور سوئد هست که در آگوست 2019 رخ داد، که از یک طرف
به رغم اون صدور مجوز گردهمایی و تظاهراتی که به صورت آرام برای آزادی خواهان ایرانی که توسط پلیس انجام شده بود، پلیس وحشیانه به نیروهای سرنگونی طلب حمله کرد و نیروهای آزادی خواه و مخالف حکومت زن ستیز اسلامی که بیش از 40 تن از اونها رو در حقیقت پلیس مورد بازداشت قرار داد و بقیه افراد رو هم مورد ضرب و شتم قرار داد. از طرف دیگر خانم مارگوت والستروم که در تابستان وزیر خارجه سوئد بود، همزمان با سفر همتای ایرانیش یعنی آقای ظریف به استکهلم، دو موضوع رو مورد اشاره قرار داد. اینکه دولت سوئد هیچ نقشی در دعوت از محمد جواد ظریف به سوئد نداشته و ایشان خودشون به این کشور سفر کردن. دوم اینکه مردان ایرانی با زنان دست نمیدن و ما هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم. و این ادعای، آیا باید پرسش کرد که ادعای مارگوت والستروم مبنی بر این که مردان ایرانی با زنان دست نمیدن صحت داره؟ طبیعیه که پاسخ منفیه. مردان ایرانی هیچ مشکلی با دست دادن با زنان ندارن، بلکه نمایندگان حکومت استبدادی اسلامی هستن که با زنان دست نمیدن. اما بزرگترین مرکز روسبیگری جهان در دو شهر قم و مشهد رو دارن. و اینکه اساساً آیا احترام و دفاع از حقوق بشر به عنوان یکی از اصلی ترین در واقع اصل‌های بنیادین بشری و آزادی بیان برای دولت مردان سوئدی مصرف داخلی داشته و بنابر مورد به منصه اجرا میگذارن؟ با توجه به اینکه در گذشته دولت مردان سوئدی در برابر نازیسم تعظیم کردند و بر این اساس همونطور که در گذشته در مقابل کمونیسم خم شدن، در حال حاضر هم در برابر اسلامگرایان حاکم بر ایران زانو میزنن. در حقیقت به نخست وزیر سوئد استفان لوون و وزیر پیشین امور خارجش مارگوت والستروم میشه گفت که ای کاش مسیر درست تاریخ رو منهای منافع خودشون نگاه میکردن و به تعظیم و تکریم در برابر اسلامگرایان، کمونیستا و دیگر باورهای واپسگرای قرون وسطایی پایان بدن. و من میتونم اینجا به عنوان پایان سخن اینطور عرض بکنم که این تکست تغییر آنچنانی ایجاد نخواهد کرد، اما حاوی یک پیام مهم سیاسی به حکومت اسلامی هست که بدون اروپا مصمم به حفظ برجام هست. با توجه به اینکه اجرای این تکست عملاً به بعد از پایان معافیت خرید نفت امریکا موکول شده و بعید هست که محصولات که مشمول تحریم‌های اولیه امریکا هستند رو کسری تراز رو بتونه افزایش بده. و از اونجا که منطق کار این تکست بر مبنای تهاتر هست، عملا امکان تأمین همه کالاهای مورد نظر شرکت‌های ایرانی وجود نداره و ظرفیت کمی در حد واردات شرکت‌های اروپایی قابلیت تحقق رو خواهد داشت. و زمانی که صحبت از کالاهای مشمول تحریم پیش میاد، استفاده از این کانال بازدارندگی در برابر جریمه ها رو ایجاد نمی‌کنه، زیرا پیش از این هم در رابطه با در حقیقت عوارض و پیامدهای تحریم‌های امریکایی گفته شد که مثلا شرکت کشتی سازی با توجه به مسئله بیمه بسیار بالایی که باید پرداخت بکنه، حق بیمه رو باید پرداخت بکنه، چنانچه با شرکت‌های کشتی سازی ایران در مبادله تجاری قرار بگیره، معاف از پرداخت جریمه نخواهد بود. و از طرف دیگر منطق اقتصادی در این مورد
حکم به احتیاط میده، مگر اینکه بنگاه‌های کوچک که در بازار امریکا حضور ندارن از این کانال استفاده بکنن، که خب طبیعی ظرفیت اونها نمیتواند پاسخگوی نیازهای ایران باشه. بنابراین سه کشوری که در حقیقت امضا کننده برجام بودن، ظاهرا از پیوستن شش کشور اروپایی دیگه بسیار استقبال کردند و خوشحال هستند، اما همزمان معاون وزیر خارجه چین در نشستی که با عباس عراقچی در پکن داشته از اروپایی ها خواسته اجرای این تکست رو با سرعت بیشتری دنبال بکنن. و از اینها گذشته ما میتونیم اینطور بگوییم که در واقع با توجه به اینکه سفیر ایران در بریتانیا اعلام کرده که بعد از برجام از NPT خارج میشیم و روحانی هم در مقابل این پاسخ داده که منافع ما ماندن در برجام و رفع تحریم‌های تسلیحاتی در سال آینده است. تحریم‌های امریکا در واقع چگونه به این شکل شد که اقتصاد ایران در چنین وضعیتی قرار گرفت؟ و با توجه به تمام این موارد میشه گفتش که در حقیقت بعد از اعلام پیوستن شش کشور اروپایی، اینها امیدوار هستن که یک انرژی جدید به این تکس داده بشه و منجر به عملیاتی شدن اون بشه. با وجود این مسئله، در حقیقت میشه گفتش که معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که کشورهای اروپایی بدون اینکه وارد یک تجارت معقول با ایران بشن و در حوزه‌های مختلف خودشون رو درگیر کنن تا تجارت راه بیفته، طبیعتاً کاری برای این تکس نخواهند کرد. و از طرف دیگر در حقیقت این اقدام کشورهای اروپایی و ملحق شدن به این تکس موجب شده که سفیر امریکا در آلمان و همچنین یکی از دولتمردان اسرائیلی در توییتی اعلام کردند که با توجه به سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران که موجب کشتار بسیاری از معترضان شد و همچنان در حقیقت یافتن پیکرهای شکنجه شده و کشته شده هنوز هم ادامه داره، این دولت مردان امریکایی و اسرائیلی خطاب به کشورهای اروپایی گفتن که شما باید حامی حقوق بشر باشید و نه تجارت با ستمگران. به هر روی سپاسگزارم از شما جناب آقای بهبهانی بزرگمهر و متشکر از دوستانی که به این برنامه توجه داشتند.